سلام دوستان، در مرحله اول مرکز کار رو با استفاده از متگازو خالی میکنیم. و همون قسمتی که خالی کردیم وصل میکنیم به چهار نظام دستگاه. دوستان موارد ایمنی هم حتما رعایت کنید. با استفاده از مغار لول یا کاسه تراش از مرکز کار به بیرون کار شروع میکنیم به تراش شدن. در مرحله اول تراش شدن کف کار و بغل کارمون رو صاف کنیم. و بعدش شروع میکنیم به فرم دادن کارمون و به فرم دلخواهیمون برسیم. در این مرحله با مغار میتونید بار بیشتری برداریم که سرعت عمل بالاتری داشته باشید. خب دوستان، بعد اینکه به فرم دلخواهمون رسیدیم باربرداری خیلی ریستر و آرومتر انجام میدیم که سنباده رمتری بسید.
خب دوستان، موقع تراش آخر یا پرداخت با مغار، زاویه مغارتون خیلی مهمه که چطوری مغارتون رو بگیرین یه سطح صاف و یه نواختی داشته باشین. در مرحله بعد میرسیم به سنباده. موارد ایمنی هم حتما رعایت کنید، ماسک حتما داشته باشین. گرید سنباده ای که شروع میکنیم با 60 یا 80 کافیه، ولی خب 80 بهتره. خب دوستان، به این نکته توجه کنید که هر سنباده دور مخصوص خودشه داره، یعنی هر چقدر گرید سنباده میره بالاتر، دور دستگاهتون باید بیاد پایین‌تر که به سنبادهتون آسیب نرسه یا به اصطلاح سنبادهتون نسوزه. سنباده ای هم که میزنید از 60 یا 80 شروع کنید. 60، 80، 100، 150 و نهایت 240 کافیه. خب دوستان، برای اینکه کارمون صاف و صیقلی بشه، سنباده کاری آخرمونو، گرید آخر سنباده رو با دست میم انجام میدیم. خب دوستان، در این قسمت مرکز کارمون یا قسمت کارگیر کارمون با کلیس اندازه‌گیری می‌کنیم و با استفاده از مغار تخت خالی می‌کنیم. این که قسمت کارگیر ظرفمون دقیقاً مرکز باشه خیلی مهمه. به خاطر همین باید این عمل رو دستگاه انجام بشه، چون اگه ظرفمون رو بیاریم پایین و دوباره با گازور خالیش کنیم، در قسمت درون تراشی به مشکل برمیخوریم یا ظرفمون لنگ برمیداره. Thank you.
خب پشت کارمون تمام شده و ظرفمون رو برعکس میکنیم، میبندیم به چهار نظام که بتونیم داخل کارمون رو خالی کنیم. در این قسمت گوشه پیشخانمون رو تقریبا جفت کناره ظرفمون میکنیم که ظرفمون اگه لنگ داشته باشه بتونیم لنگگیریش رو انجام بدیم. پیشخانمون رو تا حد ممکن نزدیک ظرفمون میاریم که تراش آسان‌تری داشته باشیم. دوستان حواستون به ضخامت ظرفتون باشه که بیش از حد نازک نشه. من به خاطر اینکه میخوام رو لبه های ظرفم کار کنم یا به اصطلاح مشبک بشه، فقط همون قسمتی که میخوام کار کنم به همون اندازه تراش انجام دادم و پرداخت نهایی هم انجام میدم. برای سوزوندن از شعله یا تورک استفاده کنید و حواستون باشه حرارت بیش از حد بشنوید. حرارت بیش از حد باعث میشه که تاب برداره یا ترک برداره.
خب من این کار رو با مینی فرز انجام میدم، با تیغه 2 میل. شما با فرز انگشتی اگه انجام بدین خیلی براتون آسون تره. دلیل این که من همون اول نیومدم تموم کارمو خالی نکردم یا تراش ندادم این بوده که اگه این کارو میگردم لرزشی که خود کاسه داشته نمیذاشت، هر یکی میخواستم بغل کار پیاده کنم نمیشد، کارم خراب میشد.
شما مدل داخل کاسه هم این بیرون کاسه هیچ فرقی نداره. شما حالا میتونید با دستگاه سنگ یا با دریل هم میتونید این کار رو انجام بدید. گرید سنباد همون 80 تا 240 کافیه و در آخر هم با دست هم بزنید بهتر. و در مرحله آخر پایه کارمون با استفاده از چسب چوب همون قسمت کارگیری که رو ظرف داشته میچسبونیم. اینم از کار تموم شدهش. امیدوارم از ویدیومون لذت برده باشید. خدا نگهدار همگی.